توی این ویدیو کریس داره تابلوشو نشون میده و تجهیزاتی که روش استفاده شده یه تجهیز رو من ازتون پرسیدم که کاربردش چیه بریم جلو تا بهتون میگم کدوم تجهیز در واقع این تجهیز که اسمش کارنت سویچه که میبینید تقریبا 6 یا 7 تا ازش توی تابلو استفاده شده من ازتون پرسیدم این تجهیز کارش چیه و 4 تا گزینه براتون گذاشتم گزینه اول ترانسدیوسر جریانی اعلام دقیق آمپراژ اعلام دقیق عدد جریان برای کنترل سه مشخص کردن محدوده مجاز جریان که به صورت صفر یا یک بهمون میده و چهار یک نوع کنترل بار حرارتی بریم ببینیم جواب درست چیه و در واقع این تجهیز کاربردش چیه که انقدر تو این تابلو زیاد استفاده شده بریم ببینیم جواب درست برای تابلو اون تجهیزی که کریس استفاده کرده بود شد. من دونه دونه گزینه‌هایی که گذاشته بودم با هم بررسی می‌کنیم و بهتون میگم که چرا اشتباه گزینه اول ترانسدیوسر جریانی اعلام دقیق آمپراش بله ما یه دستگاهی داریم ترانسدیوسر که کارش اینه که دقیقا به اون جریان چقدره و برای یه سری مقاصد ازش استفاده کنیم ولی این تجهیز همونطور که عکسش هم میبینید رو خودشم زده آن آف یعنی من اون دوتا پیچی که اونجا گذاشته اون دوتا خروجی که دارم به شما میدم مثل یه کنتاکت عمل میکنه آن آف پس گزینه اول که 32 درصد زده بودن اشتباه گزینه بعدی مشخص کردن اعلام دقیق عدد جریان برای کنترل این هم اشتباهه که 16 درصدم زده بودن به خاطر اینکه باز عرض کردم که همونطور که عکس نگاه میکردید رو خودش زده کنتاکت آن و آف یعنی من یه اتفاق بیفته کنتاکتم بسته میشه یه اتفاق بیفته کنتاکتم باز میشه گزینه چهارم یک نوع کنترل بار حرارتی کنترل بار حرارتی کنترل بار حرارتی سوال اینجاست تمام کنترل بارهای حرارتی که ترمال اوورلود رولی هستن مثل خود بی که البته اسمش هم دقیقا همینه باید با هادیها ها ارتباط مستقیم داشته باشن که بتونن شدت جریان که رفت بالا تغییرات دمایی متوجه بشن و مثلا قطع کنن یا بس کنن این که اصلا اتصالی نداشت با در واقع هادی اصلیمون یا مسیر قدرتمون اما جواب درست که فقط 32 درصد جواب داده بودن این بود مشخص کردن محدوده مجاز جریان دوستان این تجهیز که من براتون گذاشتم که در واقع بهش میگن کارنت سویچ AC سی سویچ یا کارنت سویچ کارش اینه که اگر جریان توی اون محدوده مجازی که رو خودش گفته نباشه بهمون به یه دونه در واقع کنتاکت بسته میده که ما اینو میبریم یه جای استفاده میکنیم مثال به اون بهتون میگم به چه دردی میخوره مثلا فرض کنید یه موتور داریم که یهو مثلا این موتور بسته به یک فن اون کابل اون تسمه فن پاره بشه و مثلا تغییرات جریان توی موتور داشته باشیم این به اون میگه یه اتفاقی افتاده حالا چه موتور از این ور بیفته یعنی به سمت بیباری بده چه از اون ور بیفته یعنی اوورلود بشه اون بازه که نقض بشه این فعال میشه دمتون گرم یه مدلای هست که جدید اومده که میتونید روش رنجش رو تعیین کنید مثل بیمتال موضوع خودتون باشید